احساس نمیکنم مردم ایران همیشه اینقدر شوختف بودن بعد از یه زمانی که ما داریم همه چی رو به سخره می گیریم برام جالب بود مکانیزم دفاعی باحالی بود نه تا اینکه جنگ به شوخی بگیرن به سخره بگیرن پس مثل همیشه بابا خان هستم و اوضاع جنگ مردم دنیا ریدن به خودشون ما موشک بالا سرمون رد میشه فیلم میگیریم میخندیم یعنی جوپر گوه بخوره جلوی جامعه ستیری مردمان ما دا نرفتیم تو کلی خب میگم خیام خون اومده پایین باز میکنیم استاد سیسو نگاه میگه چون نیست حقیقت و یقین اندر دست این چاقال وقتی که نمیدونی راست و دروغ نتوان به امید شک همه عمر نشست میگه چون نیست حقیق تو یقین اندر دست نتوان به امید شک نشست یه عمر نمیدونی راست و دروغ چیه چه حالا میخوای بری تو فکرش که حالا با شک تمام عمرتو سر کنی بیت بعدی مطمئن استاد خیام میخواد پیاله های مشروع بکشه بیرون ولی خب تا ننهیم نه جام می از کف دست میگه یه لحظه وایسا ما که نمیدونیم راست و دروغ چیه یه جام می اینجاست بیا تکلیف اینو مشخص کنیم در بی خبری مرد چه هوشیار چه مست میگه ما که نمیدونیم راست و دروغ چیه بیا این پیاله مشروبی رو که اینجا گذاشته حیف و میلش نکنیم تو نمیدونی حالا چه مست باشی چه هوشیار این چیزیه که خیام داره بهمون به میگه واقعا و... آدم بزرگیه فقط خواستم بگم که دانا یعنی فکرشو نمیکردم جنگ رو به سخره بگیرن بعد دوستان میگه جنگ چیه جنگ گوه وقتی که طرف این میزنه اون میزنه این 500 تا پاباد میفرسه اون 500 تا پهباد خراب میکنه م... حالا نرسیده به مقصد ما کار ندارم مهم اینه که جنگ دیگه یعنی کارت دعوت که نمیاد دامن داره خونه همون دوستان آگاه باشید که یک جنگی داره رخ میده حواس بپا بپا که دیگه جنگه انونسمنت که نداره که فیلم که نیست که یه تریلر پخش کنم بعدش مثلا بریم تو فیلم که جنگ دیگه هر اسمی میخوای روش بذاریم ما من این جنگ رو از دید خودم به سه دسته تقسیم میکنم از سه اول نظر شخصی خودمه همون نظری که همخونه ایم اومد از اون پرسید که شما تو ایران با جنگ چه میکنید یعنی دمشون گرم این مردم ایتالیا حالا بقیه کشورها رو که نمیدونم بگیم اروپا نشینها. ها اینقدر بیکارن اینقدر کاری نیست انجام بدن اینقدر خودشون خبر کم دارن یه خبر ما هم دنبال میکنن یعنی زشته بگم این داستان جنگ رفیق رفیق ایتالیایمون بهمون گفت قبل از اینکه خودم بدونم ولی خب اومد گفت با جنگ چی کار میکنید اگر جنگ کم اهمیت این چاغال چرا میدونه اگر اینا هیچ چیز با اهمیتی رو ندارن چرا این چیز بی اهمیت رو دقت میکنه در حالت کلی میخوام بگم بابا اینا به خودشون ریدن ما داریم نیست نیخن... لک دولید میکنیم اصلا جدی نگرفتیم جنگ رو یعنی مثلا میگه خب حالا موشک زد موشک بیاد من فیلممو میگیرم اما خب میگم نظر شخصی ما همون چیزی بود که به ریکی گفتم گفتم کوکا ریکی این دو کشور اسرائیل و ایران به هم دیگه نیاز دار مثل پپسی و کوکا مثل بنز و بی ام و اینا همدیگه رو ساپورت میکنن یه رقابت سنگینی دارن جفتشون یه دولتایی هستن که مردمشون زیاد شاید باشون حال نکنن و یک جنگ چیزیه که جفت بهش نیاز دارن یعنی اگر فردا روزی بگن چرا همچین اتفاقی افتاد میگه بابا جنگ بود ما توی جنگ بودیم میدونی این نظر شخصی مونه نظر شخصی مو اینه که جنگی وجود نداره این اتفاق رو دو کشور نیاز دارن حالا میتونه با سر و صدا باشه میتونه بگه کجایی کجایی بیا دیگه کجایی بابا ما اینا کجایی ناموز ما ناموز اینا شاپور بابا بزن دیگه آخر آخه اینه یکی منتظر کتک بخوره به دنیا بگه آی دیدین زدنم پول بدین که بتونم از خودم محافظت کنم یکی دیگه هم میزنه که بگه دیدین چقدر میتونم بزنم چقدر کلفتم خب حالا به این حرف من گوش بدید خب تهش چاغالیه. مورد دوم تصوریه که مردم ایران احساس میکنم میکنن. احساس میکنن یه پارتی بزرگه. یعنی ما فردا روز توی جنگ هر چیزی رو کم بیاریم، بلاگر کم نمیاریم. نگاه کن ببین حرفمو درسته یا نه. چند شب پیش که این اتفاق افتاد، مردم صف کشیدن به پمپ بنزین. و اون کار اونا ندارم اونا که رفتن پمپ بنزین خودش بحث جداه یه ادری زیادی بودن به عنوان بلاگر تو هر شهری میرفتن از اینایی که پمپ بنزینه رفتن پمپ بنزین باکو پر کنن فیلم میگرفتن میگفتن نگاه کنید این مردم اومدن تو صف بنزین نگاه امشب فلانجا هستیم صف بنزین شلوغ موشک ببین داره میره چرا همه شهید آوینی شدن یعنی فردا روز همه دوربین به دستن خدا اینه که اگه جنگ اتفاق افتاد فقط تصویر برداری از جنگ خدا نرسه به روز تبلیغات در جنگ یعنی شما فکر کن ماه یحتاج جنگ رو تو پیج های اینستاگرامیشون بفروشن بگن اگر که ماسک شیمیایی میخواید عدد سه رو بفرستید اگر آموزش های رزمی مقابله با افراد نظامی رو میخواین کامنت کنین هیا اما آدم میمونه دیگه خب یه ج... یه لحظه بشینیم میگیم خب این جنگه اولین ریاکشن ما فیلم گرفتن که نمیتونه باشه چون مثلا خیلی هم بدون میاد اینایی رو که هر اتفاقی میفته میرن پمپ بنزین رو مسخره میکنن خب چرا اینا رو مسخره تو چه میدونی تو زندگی این شخص چی میگذاره شاید تمام کاری که میتونه بکنه اینه که یه باک بنزین پر کنه بعد شما تو یه زندگی یه شخص ایرانی نیستین شاید همین آدم فردا گفته دوست دخترش بهش گفته بیا بریم باغ میگه تو ایران هر چند صد سالی یه بار همچین اتفاقی میفته جنگ میخواد بشه که بشه س... مش. فردا دوست گفته بیا با ما یه باک بنزین بزنیم چون فردا اگر جنگ بشه طرف که میره باخ اما اگر فردا جنگ بشه پمپ بنزین بسته است برای همین میره باک و پر کنه حداقل فردا رو جا نمونه پس اینایی رو مسخره نکنیم که همیشه میرن پمپ بنزین شاید یه دلیلیه شما توی کفش اونها پا نکرد شما تا حالا به جای اونها زندگی نکردین اما چرا هر اتفاقی تو ایران میفته میرن باک بنزین و بن... چی گو تو بنزینه و در نهایت این شوخ طبعی ایرانی ها داشتنی هستیم جنگ رو جوری به سخره گرفتیم که پشمای زننده و گیرنده ریسته اگر بخوام اولین جوک رو خودم بخوام بگم ما مهمونی میریم سپرایزی میریم طرف میخواد جنگ کنه از قبل خبر داده یعنی تو کانال های آشپزی نقطه به نقطه جی پی پهباد زده بودن که فلان جا عراق رد کرد رسید به سو... پیچید پیچید چه جنگی وقتی همه دنیا میدونن که پهباد از کجا اومده کجا میخواد بره یعنی میخوام بگم که دعوای زرگری زیباتری هم میشد ساخت حالا دیگه بگیر بگیر موشکا اومد حواست باشه ها حواست باشه که داره میاد ما هم اوکی اوکیه دارمش اون ستا خدا رو که هیچ کدومش نخورد چون اگه میخورد یه آدمی میمورد و اون کاری ندارم ولی یا آتش... حداقل آت... آتش نشانیشون رو یه عذاب میدادید هم بیان دوتا آتیش خاموش کنن دایست دیگه خود نزن دیگه مثل اون داستان طرف رفته زیر پل میگه فرامرز چونی کجا فرامرز کجای بعد فرامرز میاد زایست اما بریم با هم چند تا از این میمها ها رو ببینیم یعنی اونجا وقت فکرش نمی کردم بریم با هم دیگه میم های جنگ رو ببینیم اما این دنیا فهر ولی پیش بین پر بیا پر بیا صد تو بزار. هست که بریسته ما باید بیاد یا زیر 24 ساعت زهر برده جدی داشت رپر این اگه خوب نبود انتخابش نمی کرد. یعنی نگاه بیا بزنیم ما دنبان دعوا می گردم زدومت بیا بز... بیا ب... بزن دیگه بزن یه اینا زیر 24 ساعت ساخته شده ها یعنی همون تب که به چهار گفتم په بادا پرید به ها رفتن ادیت ولی خب واقعا ایدهشون خوبه کارو در میاره اوکیه تصویر تو دیدی؟ تصویرمو؟ نه شما نشونه هم بده احمد تا این تایینی بره داداش تایینی بره داداش نه نه اینه احساس میکنم که ما میمهامونم ما رو داشت واسه یه جنگ آماده میکرد یعنی از اون فرامرز کجایی بزن دیگه تا این که میگه همه نیست داداش تایلی بره نه شمش تو بود داشت میچرخید میخورد یعنی متریال داشتیم برای جک ساختن و در مرحله آخر این عربا و ترکا چه کاری به نژاد نداره ما یعنی کسایی که تو کشورهای عربی هستن واگه چرا هر اتفاقی میفته نشستن ما رو مسخره کنن آخه مسخره مثل بچه دبستانی ها که یعنی همیشه میبازه یه بار که میبره میگه دیدی چیکار کار هیچ نش... کاری نداریم یعنی حالا نگاه کن کار به مردم نداره ما اون دولت اون گاورمنت که اومده این جنگ رو انداخته برام امایت از به دروغ برای حمایت از این عرباس دیگه میگه رو بگیریم چرا خود عربا اینا رو مسخره میکنن بعد موقعی که میخوان از اینا افتخار کنن میگن مثلا به دولت میگن اسلامی ریپابلیک ولی وقتی میخوان دیسش کنن میگن ایران ای دی... ف... اینا فشار نیست دا دارم میرخصم اما یکی دو تا از این ترک و عربا رو بردم این بالو ایرانیی مش بس ردو ع دربت ردوا ردو اليهود اللي كان کنی کبیز على عباب النبی <تصفح> اللهم صل على محمد بود جوکش دیگه او فقط انتقام سفارت و کنسولگری که اونا زدن نگرفتن اون آشغالایی که یهودیا هم گذاشتن در در خونه پیانبر اینا دارن انتقامشو میگیرن مگه کموشو موشک و زد بله اون نخورد این به زد Oğlum şu atom bombasını kaldırın demedim mi oradan ya? Nükleer bombaların arasına kaldırın. ayağa kaldır. Alo. Kaldır. İsrail mi? Merhabalar ben İran. Yarın evet. akşam müsaitseniz biz size drone saldırısı yapacağız. <laughs> Ama yok, yok lütfen <laughs> sıra bizde. <laughs> ya yani, yani yarın 18 nasıl? 20 olmaz ya. Ma hemen midunim intoriye. Hemen midunim. Yine az kalbi. یه ملیت دیگه بیاد ما رو دیس کنه اینجاش قشنگ نیست نه اینو ما قبول ندارم میدونم که نه همه شوخی ها اوکی بود احساس تاخیر بهمون دست میده نه و در آخر دوکی که از تمام این صحنه هایی که ما دیدیم مناسب میدونم یعنی کل فضا رو در میاره به نظر ما اینه حالا ما همه گفتیم زدیم شما بگین زده آره خوبیت نره وارد ما گفتیم زدیم شما هم بگین خوردیم بذار بازی در بیاد ولی خب همه این تئوری توته رو بذارین کنار بیایم از واقعیت صحبت کنیم کسایی که تا اینجای کلیپ رو دنبال کردین ما میخواستم حرف مهم رو آخر کلیپ بزنم که دیگه همه به نمونن یعنی فقط خودیا بمونن اینا 500 تا پهباد 200 تا موشک این جنگ راه انداختن فقط و فقط یه دلیل داره اینی که ما وینی رو از یاد ببریم که پیجشو بسن شوخی جالبی نبود شاید فردا واقعا جنگ بشه این ما دوست داشتم اینو بگم جنگ شد که ما واقعا وینی رو از یاد ببریم سی